صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ، باب 4، سلسله تورانیان و احیای دولتداری و تمدن آریایی. هنگام استیلای اسکندر مقدونی، گرچند زبان آریایی و زبان آرامی مقام نمایان داشته، در کارگزاری دولتی و کتابت رسمی اساساً خط آرامی معمول باشد، هم با مروری زمان جای آن را خط یونانی و زبان یونانی تنگ میکند. در دوره حکمرانی سلیوکیان نفوذ زبان یونانی و تمدن ایلینی افزوده، کارگزاری دولتی، سیستم ادارکنی، سیستم اندازستانی و قانونگزاری اساساً به زبان یونانی انجام داده میشد. ولی کارگزاری دولتی را یک باره با زبان یونانی براه ماندن امکان نداشت، زیرا در قلمرو هخامنشیان نظام کارگزاری دولتی اساساً با زبان آرامی و خط آرامی صورت گرفته، دبیران و منشیان به خط و زبان یونانی بلد نبودند. از همین لحاظ در ابتدای دولتداری هم اسکندر مقدونی و هم سلاله سلیوکیان مجبور بودند که برابر زبان رسمی یونانی از خط آرامی اساس و زبان آرامی و آریایی استفاده برند. و موجودیت دو شکل کارگزاری رسمی تا اندازه هستی فرهنگ و تمدن آریایی را نگاه داشته، در مقاومت تمدن ایلینی آن را حفظ می نمود. ولی با افزودن نفوذ زبان و قانونگزاری یونانی، باز دیگر رکنهای مهم دولتداری، علی خصوص نظام یگانه اندازستانی، نظام یگانه پولی، نظام یگانه ادارکنی و حفظ سرحد و غیره مساعدت نموده، باعث تدریجاً گسترش یافتن تمدن ایلینی می گردید. البته نفوذ تمدن ایلینی از یک طرف به آمیزش فرهنگ شرق و غرب مساعدت نموده، علی خصوص در صنعت معماری، هیکلتراشی، شهرسازی، رسامی، تئاتر و نمایش های آموی ارزش های والاتری را به تمدن آریایی وارد نمود. در معماری و آرایش امارت، علی خصوص آرایش باشه سرستون ها و ایوان های محتشم، ساختن هیکل ها و مجسمه های خرد و بزرگ ایزدان تأثیر هنرمندان یونانی افزود و در قلمرو پارت ها شهرهای زیاد قامت افراختند. مثلا در عهد میتریدات دو که سالهای حکمرانی او به 123 و 88-87 پیش از میلاد راست می آید، از جانب امپراتور چین اودی به دولت پارت اهل سفارت با نفوذ فرستاده شد که آنها و دیگر سفیران در عصرهای 2-1 تا میلاد آمده موجودیت زیاده از 100 شهر بزرگ و دارای مرکزهای تجارتی را در دولت پارت ذکر کردند. یا خود در شهر کتیسیفان که یکی از بزرگترین مرکزهای تجارت و فرهنگ عهد پارت ها به شمار می رفت، در قطار تاجران و سوداگران، صرافان و سودخوران، دکانداران و هنرمندان، باز دسته های صنعتکاران و نمایندگان اهل فرهنگ می زیستند که در میان مردم اعتبار زیاد داشتند و رسم و آیین های جشنی، علل خصوص جشن نوروز را با شکوه و شهامت خاصه استقبال گرفته، سنت های آریایی عهد هخامنشیان را احیا می نمودند و محض رسم استقبال نوروز را شاهنشاه ساسانی از اشکانیان پارت پذیرفته به جشن بزرگ عمومی دولتی تبدیل دادند. ولی صرف نظر از همه این، مدنیت و ادبیات یونانی به تمدن پارت ها تأثیر عمیق گذاشت. علل خصوص زبان و خط یونانی که در طول 100 ساله ها معمول بود، به آمیزش تمدن ایلینی و آریایی مساعدت نمود و آثار ادبی عهد اشکانیان پارت در شکل اصل تا زمان ما خیلی کم رسیدند و بزرگترین خدمت پادشاهان پارت، علل خصوص
Вологесияк ё Валахшияк замони ҳукмронияш тақрибан солҳои 51-77 милодӣ дар он аст ки ба як маҷмуаи муайян ва мукаммали адаби гирдовардани китоби муқаддаси Авесторо ба роҳ монд. Ҷои пӯшида нест ки дар замони истилои Искандари Мақдунӣ нусхаҳои мукаммали Авесто, ки дар ганҷи шойгони Шиз дижи навиштаҳои Истахр, китобхонаи оташкадаи навбаҳори Балх ва дигар оташкадаҳои муқаддас ҳифзу нигаҳбонӣ мешуданд, бо амри аҷнабиён тӯъмаи оташ гардид. Маҳз бо пуштибонӣ ва дастгирии Вологеси як, матнҳои Авесторо аз нусхаҳои пароканда ва забони мӯъбадону рӯҳониёни воломақоми Зардуштӣ, ки пушт ба пушт аз ёд медонистанд, китобату муқоисаву таҳрир намуда ба як шакли мукаммал дароварданд. Саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих идома дорад.